سلام، امروز اومدیم به شهر زیبای اصفهان و قراره از کلیسای وانگ دیدن بکنیم. همراه ما باشید. بچه تو این تابلو یه جورایی نقشه به وجود اومدن محله جلفا رو داریم میبینیم. شاه عباس صفوی دوم موقعی که حمله میکنه به سمت عثمانی ها و با عثمانی ها درگیر میشه، نمیتونه اونا رو شکست بده و مجبور به عقب نشینی میشه. موقعی که میخواد عقب نشینی کنه یک تصمیم سختی میگیره و اون اینه که سیاست شهر سوخته که از سیاست های جنگی اون زمان بوده رو اجرا میکنه. یعنی چی؟ یعنی پسترش هر شهری، هر آبادی میبینه ویرون میکنه، آتیش میزنن و خرابه بیش نمیذارن. اینجا وقتی میرسن به ارمنستان مجبور میشن که 350 هزار ارمنی رو همراه خودشون بیارن تا آواره نشن و ارمنستان هم به کل نابود میکنن که یکی از فجایای ارمنی ها اگر تو تاریخشون باشه این اتفاقه. موقعی که میان به نخجوان میرسن، بعد از نخجوان میخورن به رود ارس. رود ارس رو نمیتونن رد بکنن. اون طرف هم پیکشون خبر میرسونه که سپاهان عثمانی دارن میان و به شما نزدیک شدن. شاه عباس اینجا یک اشتباه دوم مرتکب میشه و دستور میده به هر طریقی هست مردم از رود رد بشن. از اون 350 هزار ارمنی که از ارمنستان به همراه سپاه شاه عباس به سمت ایران میومدن، 300 هزار نفرشون توی این رودخونه جونشون از دست میدن و تقریبا 50 هزار نفر مابقی اکثریتشون اصفهان رو برای زندگی انتخاب میکنن که این محله جلفا شکل میگیره. یه نکته دیگه هم بگم که یکی از دلایل اینکه ارمنی‌ها با شاه عباس صفوی دوم راهی شدن این بود که عثمانی‌ها می‌کشتن ارمنی‌ها رو و یکی از نسل‌کشی‌هایی که انجام شده در مقابل ارمنی‌ها مال زمان عثمانی‌ها بوده، پس راه چاره‌ای هم نداشتن. اینجور نبوده که به خاطر شاه عباس صفوی بمیرن، یعنی انتخابشون بین بد و بدتر بوده. وقتی که سپاه شاه عباس صفوی شکست میخوره و مجبور به عقب نشینی میشه، اگر میموندن هم به دست عثمانی ها کشته میشدن. بعد از اون واقعه و که ارمنی اومدن اصفهان، تقریبا 24 تا هول و هوش کلیسا ساختن توی این منطقه و یکی از جالب این کلیسا گنبد این کلیساست که با کلیساهای دیگه فرق میکنه و معماری کاملا ایرانی داره.
یکی از زیباترین بخش‌های معماری کلیسای وان نقاشی کلیساست که تو قسمت داخلی ساختمان قرار داره. این دیوانگاره‌ها در مورد اتفاقات مذهبی ارامنه نقاشی شده که یکی از اونها میتونه شام آخر عیسی مسیح باشه و یا به صلیب کشیده شدنش. اسم این کلیسا رو اگه کلیسایی توی نخجوان برداشتن، اگر اسمشو اشتباه نگم آمنا پرکیش وانک، و اسم این کلیسا رو از اونجا برداشتن رو اینجا کجاست کن. وانک هم توی ارامنه فکر کنم معنی صومعه بده. حالا بریم موزشم ببینیم. مرسی که همراه ما بودید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشید.